حالا در صحنه اصلی کار بیشتر بر فرض ما باید دیواره خارجی ها رو اول درست به دست بیاریم دیگه. حالا از هر محدوده ای که شروع کردیم باید دیواره خارجی رو به دست بیاریم تا بتونیم نقطه ال و دیواره داخلی رو به دست بیاریم. حالا فرض میکنیم اینجا پشت به جنوب رو به شمالیم، اصلا آنتن تک دست حالا به سمت شمال شرقی تغییر جهت میده. خب الو میگیریم دوباره میریم پشت به غرب رو به شرق در همین نقطه آنتن مجددا به سمت شمال شرقی میده. خب تو این نقطه حالا اصلا فکر کنیم الو به دست آوردیم، دیوار خارجی رو اصلا هنوز نگرفتیم، فاصله مون هم نمیدونیم. خب جای دیگه نحوه فاصله راه دور و اینا رو توضیح دادیم. پشت به جنوب میکنیم رو به شمال این زلا حرکت میکنیم، میایم دیوار خارجی رو درست میگیریم که خب میدونیم در دیوار خارجی تشخیصش به این صورته که وقتی داریم ما یه مسیری رو مستقیم میایم بعد زاویه L، حرکت هامون در اینجا که پشت به جنوب رو به شمال بوده دست آنتن یا خود شما به سمت شمال شرقی دیگه، میرسی به یه نقطه و یه محدوده ای که حالا حرکت اولیتون 10 درجه یا 10% به صورت عمومی به نسبت حرکتی که قبلا به سمت شمال شرقی داشتید در دیواره خارجی به سمت شمال غربی میره، یعنی مخالف میره. بعد در همین نقطه آنتن 30 درجه یا 30% دوباره برمیگرده به سمت شمال شرقی. پس اول میره شمال غربی رو به طور مثال میگیره 10 درجه یا 10% مخالف جهت قبلیش تو مسیر که به سمت هدف نیست، بعد 30 درجه یا 30% به سمت شمال شرقی میره به سمت هدف، متوجه میشه دیواره خارجی. بعد میاد نقطه LF رو میگیرید و که مشخصاتی مانند مقابل هدف هم داره. بعد دیواره داخلی که در دیواره خارجی که به دست آوردید به LF رسیدید، خیلی جا چپگرد دارید، خیلی جا هم حالت پاندول دارید. حالا این بستگی داره از چه محیطی و چه شرایطی از چه ذیلی حرکت کنید که اصلا این زیاد مهم نیست، چون وقتی دیواره خارجی رو به دست آوردید متوجه میشید که اینجا نقطه LF. خب بعد که LF رو رد میکنیم دیواره داخلی میگیریم که عملا اینجا برعکس دیواره خارجی آنتن تغییر جهت داره، یعنی تا الان این داشته حرکت میکرده بیاد به سمت هدف، وقتی میرسید به دیواره خارجی، البته نقطه LF رو در نظر نگیریم، نقطه LF گفتیم خیلی شبیه مقابل هدف بین M و N، در دیواره داخلی آنتن ابتدای ام 10% یا 10 درجه به سمت هدف میره، یا در اینجا که پشت به جنوب رو به شمال بودید به سمت شمال شرقی میره. بعد در همین نقطه یا محدوده آنتن 30 درجه یا 30% به سمت شمال غربی میره، یعنی زاویش در نقطه دیواره داخلی به سمت هدف کمتره به نسبت مخالف هدف، زاویه حرکت تک دست آنتن به خصوص. ولی در دیواره خارجی به این چنین نیست، ابتدا حرکت با زاویه کمتر مخالف جهت هدف و بعد با زاویه بیشتر همون یا 30 درجه به سمت هدف میره. خب اینجا دیواره خارجی داخلی را اگه یه زل گرفتیم گفتیم اندازه‌شو به دست میاریم، صحنه اصلی کار حداقل 3 متره. از دیواره داخلی میگیرید میرید به سمت دیگه روی خط مستقیم، اینجا هم زاویه الو میگیرید دوباره پشت به جنوب رو به شمال حرکت میکنید، دیواره خارجی نقطه LF و دیواره داخلی رو به دست میارید که حرکت های دیواره خارجی و داخلیتون در همه اضلاع باید یک شکل باشه طبق همون چیزی که توضیح دادیم. نقطه LF هم به همین صورته. خب این فاصله دیواره خارجی تا نقطه LF تا دیواره داخلی هم از دو طرف Z باید یک اندازه باشه، در همه اضلاع هم تازه باید به همین صورت باشه. ولی اینجا بحث سر اینه که اگه خطا کرده باشه اپراتور در پیدا کردن نقطه LF و اینو درست نگیره
نتونه نقطه مقابل هدف رو درست به دست بیاره، در تمام نقاطی که LF ها با هم دیگه حالت تقاطع میگیرن، شرایطی مانند درست مرکز هدف رو خواهید داشت، به خصوص در صحنه اصلی کار. یعنی شما ویدیوی 55 ترشولد 45 رو به طور مثال دادید، خواهی مال صحنه اصلی کاره، حالا ویدیوی 55 رو مثال گفتیم. در تمامی این نقاط که میبینید که نقاط تقاطع LF ها با همه در اطراف هدف اصلی، شما میتونید چپگرد کامل داشته باشید یا جفت از آنتنتون به صورت موازی بیاد رو هم ضرب درشه. فقط هم با ویدیوهای 55 ترشولد 45 که هیچ ربطی هم به مرکز هدف نداره، حتی اینا میتونه اندازه هاشون همون 3 متر در 3 متر باشه که بین دیواره خارجی داخلیه. این توضیح از ابتدای ام گفته شد تا اینجا اومد، به خاطر اینکه کسی که دیواره خارجی رو درست به دست نمیاره، مسلماً نمیتونه نقطه مقابل هدف رو درست به دست بیاره و حتماً در به خصوص صحنه اصلی کار، چون فلزات دیامغناطیس مثل طلا و نقره اطراف خودشون رو شبیه خودشون میکنن میدانهاشو و مغناطیس و یون رو از خودشون کاملاً دور میکنن، چون عمری ازشون گذشته بر همه میدان‌ها فشار وارد کردن، این حالت فلزات دیامغناطیس مثل طلا و نقره است، به خصوص طلا و نقره. شما این نقاط رو میگیرید، نقاط LF رو میگیرید، حالا طلا و نقره رو گفتیم چون این شرایط در طلا و نقره بیشتر پدید میاد تا فلزات دیگه. فلزات دیگه هم این اتفاق براشون میفته، خطا میکنه اپراتور. خب این نقاط LF همه مشخصات رو داره مانند مرکز هدف. و شما اینجا را اگه دست بزنید به هیچ چیزی دست پیدا نخواهید کرد، هدف اصلیتون نیست. البته اینا اگر کوچیک کشیده شده به خاطر اینکه جا بشه بتونید ببینید، حتی اینا میتونن همون 3 متر در 3 متر باشن. تک دست آنتنتون به چپ برمیگرده، جفت دست آنتنتون موازی روی هم ضرب در میشه در این نقاط LF. اشتباه بگیرین ها، چون شما نتونستید دیوار خارجی داخلی رو درست به دست بیارید، درست عمل نکردید. حتی در مقابل هدف که حرکت کردید اومدید مرکز هدف رو اشتباه گرفتید، یا این نقطه رو به عنوان مرکز هدف قلمداد کردید. چون میدونید در نقاط LF هم شما هم چپگرد دارید به یه گام برمیدارید باز میشه، هم حالت ضبطه رو دارید. خب اینجا متوجه میشید که اصلا این مرکز هدف نیست اگه خیلی دقت کنید، ولی بعضی مواقع این دقت انجام نمیشه. چرا؟ چون دیواره خارجی رو نگرفته، نمیدونه اصلا داره جایی که حرکت میکنه مقابل هدفه باید چه واکنشایی داشته باشه، چون جهت ها رو درست نگرفته دیگه. وقتی جهت ها رو درست نگیرید این اتفاق میفته، اطراف هدفتون نقاط LF تقاطع پیدا میکنن، دقیقا شبیه مرکز هدف هستن و شما میتونید این محدوده ها رو بگیرید. پس پیدا کردن زاویه های درست، دیواره خارجی نقطه LF و دیواره داخلی برای همینه. البته اینو جای دیگه هم توضیح دادیم ها، توضیحاتشو دادیم، ولی دوباره این توضیح رو میدیم که بدونید روش های کار و نحوه کار به چه صورته. البته در یه تصویر امکان داره چندین توضیح متفاوت نسبت به نحوه بهره برداریتون همون تصویر بدیم. خب این دیگه به خاطر اینه که تصاویر میتونه خیلی چیزاش همشکل هم باشه از نظر مختصات یابی، ایراداتش یا تعریفاش یا سوژه هاش یا موضوع های مرتبط به همش. اینجا فقط نقطه LF رو خواستیم بگیم که اگه اشتباه هم بگیرید دقیقا مشخصات مرکز هدف رو بهتون میده. یعنی حتی اینجا سمت در سمت در این اطرافش در این نقاط شما میتونید به راحتی زبدر و قیچی و تک دست سانتم برگرده به سمت چپ و همه اینا رو بگیرید. حالا چرا در این نقاط میگیرید؟ اینا رو میگیم که به این صورت نشون میدیم که بدونید سمت در سمتره، چون اینا نقاط تقاطع LF بوده، شرایطی است، وضعیت بین دیواره خارجی داخلیه. واسه اینه میگن نقطه LF خیلی شبیه مقابل هدفه و در اطراف هدف هم شرایطی شبیه خود هدف رو داره. و همه اینو گفته شد که شما بدونید در صحنه اصلی کار
اگه این خطا رو بکنید نمیتونید مرکز عطف حسی رو درست تشخیص بدید. گفتید حتی ویژه 55 تجربه 45 هم در این نقاط با دقت به شما جواب میده، عددهای دیگه نمیده. خب این نقصی که در کار اپراتور داشته دیگه، دیواره خارجی و LF و دیواره داخلیش کن درست نگرفته، نقاط تقاطع رو میاد میگیره، به این صورت میگه اینجا مرکز هدفمه در صحنه اصلی کار، که نیست. زمان تمرین هم خیلی این خطا رو میکنن. حالا زمان تمرین دیوارهای داخلی خارجی فاصله اش خب کمتره، نقطه LF و یه مقداری با شرایطی خاص‌تر به دست میارید چون سیگنال هاتون ضعیفه، ولی در صحنه اصلی کار که دیگه سیگنال ها قویه، حداقل فاصله بین دیواره های خارجی تا داخلی در صحنه اصلی کار 3 متر باید باشه، حالا بعضی جا 4 متره. حالا بحث مستطیل و اینا دیگه مطرح نمی کنیم در صحنه اصلی کار، فقط اینجا موضوع LF ها بود که این خطا رو اگه بکنید این نقاط به عنوان مرکز هدف میگیری، تمام مشخصات فاصله ای و زبدر و قیچی و بازم داره میگیم چپ برگرد آنتنتون به سمت چپ تک دست و حتی یه آنتن بالا پایین بگیرید، اونی که بالاست بره به سمت پایین، دوباره جاشو عوض کنید، یکی رو بیارید پایین، اونی که بالا بردید میره رو اون یکی، در این نقاط میتونه اتفاق بیفته با همون ویدیوهای خاصتون و همون ترشولتون. این خطای اپراتوره در صحنه اصلی کار، اینا رو باید در نظر داشته باشید که این مختصات یابی‌های علمی بنابر تکنولوژی پیشرفته مدارات طراحی شده طبق قانون راداره که باید رعایت بشه. اپراتور رعایت نکنه خطا میکنه، این کیفیت کارایی سیستم رو میرسونه که شما بتونید ازش بهترین بهره برداری رو ببرید و اطلاعات علمی دقیق و منظم داشته باشید که تو صحنه اصلی کار خطا نکنید. مگه نه اگر قرار بود خودتون این اطلاعات رو به دست بیارید سالیان دراز طول میکشید، یک عمر طول میکشه تا به این مطالب دست پیدا کنید. پس این مطالب مطالبیه که باید دقیق و صحیح و درست ازش بهره برداری کنید. این توضیحات همه برای اینه که بهترین کیفیت رو در صحنه اصلی کار شما پیاده بکنید. سیستم که با فرکانس کار میکنه از ویدیو ترشولد سطح حجم داره، هیچ عامل خطایی درش پدید نخواهد اومد مگر خطای انسانی و خطای اپراتوری. حالا خطای زمین ها رو داریم، ولی خب اپراتور با تغییر تنظیمات میتونه خطای زمین ها رو هم تشخیص بده. اگه نده با تغییر تنظیمات خطای زمینه، اینم خطای انسانی و خطای اپراتوریه. مهمه یه سیستم اینه که در زمان تستش طلا در اون میگیره تفکیک میکنه که شاخص عمق کیفیت و تفکیک یه فلزیاب و یابنده است. با تغییر تنظیماتش فلزای دیگه هم موقع تمرین میگیره. خب پس اگه موقع تمرین هم دستورالعمل ها درست پیاده شه، شما مرکزی یه هدف رو درست میگیرید. اگه موقع تمرین هم درست پیاده نکنید درست نمیگیرید. این موضوعات در مدل زمان تمرین هم صدق میکنه. حالا دوست ندارید تمرین کنید، تمام این تصاویر توضیحات و موضوعات رو بارها هزاران بار ببینید، حتی اگه تمرین هم میکنید، حالا هر دو حالت رو داریم میگیم، که بهترین کیفیت رو برای صحنه اصلی کار بتونید ترسیم کنید. مختصادیابی هم توضیح داده شده که ترسیم کار رو داشته باشید. پس شما دیواره های خارجی داخلی رو، زاویه های التون رو، همه رو باید با دقت به دست بیارید تا بتونید نقطه مقابل هدف رو بگیرید، تا تغییراتی که در مقابل هدف تک دست آنتن، جفت دست آنتن موازی یا پهلو به هدف یا آنتن بالا یا آنتن پایین میگیرید و در دیواره های خارجی نقطه LF و دیواره داخلی از همه اضلاع به دست بیارید، که اشتباهاً شما نقاط LF در اطراف هدف و به عنوان مرکز هدف نگیرید، بعد بگید که نشد نمیکنه، فقط ویدیوهای مثلا 55 ترشولد 45 جواب میده، هیچی دیگه هم نمیده، حالا ما تصویر گرفتیم این تصویر نمیده دو قلوه ما رو تو صحنه اصلی کار. خب نباید بده، چون شما مرکز رو نگرفتید، رفتید نقاطی مانند LF رو گرفتید، که البته این توضیحات دیگه در مورد خطاهای دیگه هم داره که اپراتور میکنه، که اینو در جاهای دیگه مربوط به خود اون توضیح خواهیم داد. پس درست عمل کنید تا بهترین کیفیت رو بگیرید. همه این توضیحات دیواره خارجی، داخلی، نقطه LF و این همه مطالب علمی برای اینکه شما در صحنه اصلی کار درست عمل کنید تا به موفقیت دست پیدا کنید. خطای اپراتوری انسانی نکنید. کسی میتونه موفق شه که همت داشته باشه، پشت کار داشته باشه و مثبت اندیش باشه و حرف آدمای منفی گوش نده. بدون این اطلاعات علمی فنی رو باید یاد بگیره پیاده کنه تا موفق بشه.